در یکی از برنامه های پیش گفتم که زبان ها و گویش های محلی بخش های گوناگون سرزمین ایران بزرگ دارای واژه های ناشناخته بسیار کهن ایرانی هستند. واژه هایی که در زبان پارسی رسمی یا ادبی یا کلاسیک به کار نرفتند. مقصودم از ایران بزرگ ایران تاریخی است که افزون بر کشور کنونی ایران از سوی خاور تا آسیای میانه می رود و کشورهای تازه به پا خواسته چون افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را در بر می گیرد. ایران بزرگ همچنین از سوی باختر و شمال باختری تا بخشهایی از ترکیه کنونی، ناحیه اران و قفقاز گسترش می یابد. امروز می خواهم نخست درباره نمونه دیگری از این گونه واژه های کهن سخن بگویم. واژه سیل یا سی یا سل به معنای نگاه کردن، سیل کردن، نگاه کردن. اینکه در طول سده ها این گونه واژه ها را عامیانه پنداشتند و در شعر و نثر به کار نبردند، در اوضاعی روی داده که زبان پارسی زیر فشار عربی گرایان بوده. در گذشته به تفصیل گفتم که چگونه کاتبان و آخوندها واژه های پارسی را بیرون میراندند و واژه های عربی جایگزین آنها میکردند. حتی واژه های عربی آشنا را بر میداشتند و واژه های عربی قلمبه سلمبه تری را جای آنها مینهادند. این کار در ضمن دشمنی با زبان پارسی فخر فروشی هم بود. خار شماردن زبان مردم عادی مکتب نرفته بود. مردمی که در طول سده ها واژه های اصیل ایرانی را از گزند و آسیب عربی و سرسپردگان عربی حفظ کردند و گنجینه گرانبهایی از واژگان را به ما رساندند. واژه سیل به معنای نگاه در پهنه گسترده ای از سرزمین ایران بزرگ به کار می رود. ولی تا آنجا که من می دانم در ادبیات کلاسیک فارسی دیده نشده است. در ملایری سیل، در همدانی سی، در لوری، لکی، کردی، کرمانشاهی، کرمانی، آبادی فارس سیل، در گویش قدیمی ناحیه تهران بسه به معنای نگاه کن، در ناحیه کاشان یعنی ابیانه، نطنز، چیمه سیل، در افغانستان سیل، در یکی از ترانه های محلی افغانستان به نام ملا محمد جان به کار رفته. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سیل گل لاله‌زار، وابا دلبر جان. من از 10-12 سالگی کنجکاو این واژه شدم. به یاد دارم از یکی از آشنایان خانواده که ادبیات پارسی خوانده بود پرسیدم سیل کردن با سیل سیلاب چه رابطه‌ای دارد؟ به فکر فرو رفت چنان که گویی نخستین بار بود که با چنین پرسش روبرو می شد. پاسخ داد سیل کردن به معنای نگاه کردن باید همان سیر کردن باشد. با آنکه آن موقع من نمی دانستم که سیر عربی است و سیل ایرانی، گفتم ولی سیر کردن به معنای گشت و سیاحت است، با سیل کردن فرق دارد. این خاطره در ضمن به این نکته اشاره می کند که در گذشته به سبب ناآگاهی از ریشه واژه های ایرانی خواسته یا ناخواسته برایشان ریشه عربی می تراشیدن. یک نمونه دیگر واژه عشق است که در گذشته دربارهش به گستردگی سخن گفتم. اما ریشه واژه سیل یا سل یا سی، برای پی بردن به ریشه این واژه باید سراغ آن را در زبانهای کهن ایرانی گرفت. در ختنی که یکی از زبانهای ایرانی سکایی است داریم سی یا سی یا صد به معنای به نظر آمدن، پدیدار شدن. در سغدی سی و سیگ به چشم آمدن، ظاهر شدن. در پارسی باستان صد در نگاه آمدن. در اوستایی ستاگان سند بوده به معنای پدیدار شدن، به نظر آمدن. سند دارای یک فونم میانی ان است، نون ان، و
ولی در صرف فعل ها ان میافتد و به صد تبدیل می شود. برای نمونه صدیتی به معنای پدیدار می شود. واژه پسند، پسندیدن در فارسی هم از همین ریشه سند می آید. پیان پیشوند است، در اصل پتی بوده. پتی سند به معنای در نگاه آمدن، یعنی به چشم خوب آمدن. پس بخش پایانی واژه سی یا سی به معنای نگاه در اصل اد بوده که به ای یا ای تبدیل شده و به صورت سی یا سی در آمده. در برخی زبان‌های ایرانی یک ال لام ال هم به آن افزوده شده، سی. چون این فرگشتی را در موردهای دیگر می‌بینیم. واژه می به معنای باد شراب در اصل مدو بوده. فونم یا صدای پایانی آن به ال تبدیل شده و در نتیجه به صورت مل در آمده. نمونه دیگر واژه نی است، گیاهی که ساقه‌اش توخالی است. در اصل ند بوده، در پشتو به نل و نول ترادیسیده. در یک جمله واژه سیل در سیل کردن از پوروا ایرانی سند و سد ریشه گرفته، به معنای پدیدار شدن، به نظر رسیدن. در ضمن ریشه آن نه به سیر عربی ربط دارد و نه به سی در انگلیسی به معنای دیدن. سیل نمونه ای از واژه های پارسی یا ایرانی است که با اینکه هزاران سال فرهنگ و پیشینه و اندیشه به همراه دارند، به اصطلاح عامیانه شمارده می شدند. حال که ریشه واژه سیل را شناختیم، به ریشه یکی دو واژه دیگر هم که معنای نگاه دارند نگاهی بیاندازیم. نخست خود واژه نگاه. نگاه در ادبیات پارسی هزاران نمونه کاربرد دارد. از آن میان چکامه معروف غلام علی رعدی آذرخشی که برای برادر لال خود سروده. رعدی آذرخشی در سال 1288 در تبریز زاده شد و در سال 1378 در تهران درگذشت. شعر نگاه او با اینکه قصیده است، از حیث مضمون و بیان شاعرانه نوآوری های زیبا بسیار دارد. شعر بلندی است. تنها چند بیتان را میخوانم. من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان، که مر آن راز توان دیدن و گفتن نتوان. که شنیده است نهانی که درآید در چشم، یا که دیده است پدیدی که نیاید به زبان. یک جهان راز در آمیخته داری به نگاه، در دو چشم تو فرو خفته مگر راز جهان. چند بیت پایین تر، چه جهانی است جهان نگه، آنجا که بود از بد و نیک جهان، هرچه بجویند نشان. باز هم پایین تر، من برانم که یکی روز رسد در گیتی، که پراکنده شود کاخ سخن را بنیان. به نگاهی همه گویند به هم راز درون، و در آن روز رسد روز سخن را پایان. به نگه نامه نویسند و بخوانند سرود، هم بخندند و بگریند و برآرند فغان. جالب است که این قصیده 41 بیتی که در حدود 650 واژه دارد سراسر پارسی است. تنها یک واژه عربی در آن دیده می شود. به احتمال بسیار جهانی که در آن بتوان با نگاه با هم سخن گفت و با نگاه آواز خواند، برای چامسورا تخیل صرفاً شاعرانه بوده. شاعر نمی‌دانسته که چند دهه پس از او این رویا به نحوی جامعه واقعیت می‌پوشد. شاید شنیده باشید که بر اثر پیشرفت‌های بزرگ تکنولوژی، به ویژه در ازدائیک یا انفورماتیک، همکنون انسان می‌تواند با نگاه سخن گوید، کتاب بنویسد یا حتی موسیقی بیافریند. بیماری هایی هستند بی درمان و کشنده که نورون های عصب ها را نابود می کنند و فلج کامل ماهیچه ها را سبب می شوند. در نتیجه بیمار توانایی سخن گفتن را از دست می دهد و در مرحله های پایانی حتی نمی تواند پلک های خود را حرکت دهد.
گیلم گلخ، آهنگساز و خواننده رپ فرانسوی که به چنین بیماری دچار شده، میتواند با نگاهش، یعنی حرکت چشمانش، اندیشه هایش را به رایانگری انتقال دهد و بنویسد. رایانگر یا کامپیوتری که بر فراز تخت او نصب شده دارای آشکارگر یا دتکتوری است که با موجهای فروسرخ کار میکند و میتواند حرکت چشمهای او را به سوی حرفهای الفبای تابلوی الکترونیک که روبروی اوست دنبال کند. به سخنی دیگر، او میتواند با بکار بردن نرمافزاری از دایک انفورماتیک با نگاه خود تایپ کند. سپس رایانگر نوشته های او را به صدا میترادیسد، تبدیل میکند. او حتی توانسته با نگاهش آهنگ بسازد و تا کنون چند دیسک پدید آورد. نگاه در پهلوی و پارسی همچنین به معنای توجه، مواظبت است. نگاه داشتن یعنی مواظبت کردن، حفظ کردن. حال میرسیم به ریشه واژه نگاه. نگاه از پارسی میانه نیکه میآید، از پوروا ایرانی. پوروا ایرانی زبان مادر زبانهای ایرانی است. از پوروا ایرانی نیکه است. از پیشوند نه به معنای پایین، فرو، به، که در گذشته دربارهش سخن گفتم، و در واژه‌هایی چون نوشتن، نهادن، نگریستن، نکوهیدن، نگاشتن، نفرین، نهنگ که نهنگ میگویند، و ده‌ها واژه دیگر دیده می‌شود و ستاک کس به معنای نگاه کردن پدیدار شدن. واژه دیگری داریم در پارسی که از همین ریشه پوروا ایرانی کس می‌آید و آن آگاه است، که در اصل از پیشوند آ و کس ساخته شده. در اوستایی آ کس به معنای نگاه کردن، آگاه شدن. واژه دیگری در پارسی که معنای نگاه دارد، نگر است. مصدر رام آن نگریدن و مصدر سترگ آن نگریستن است. ریشه پوروا ایرانی آن نکر است، از همان پیشوند نه و ستاک فعلی کر به معنای نگریستن، نگاه کردن. در اوستایی این ستاک کر به معنای به یاد آوردن، به خاطر سپردن است. همتای سانسکریت آن کل است، به معنای نگریستن، ملاحظه کردن. ستاک ایرانی کر در پارسی به چند صورت در آمده. گر در همین نگر، نگریستن. گار در انگاردن، که در اصل انگاردن بوده، از همکر با پیشوند هم، سپس هنکر، سپس انکر. دیسه سترگ آن انگاشتن یا انگاشتن است. ستاک کر همچنین در پارسی به دیسه گال دیده می شود، در سگال یا سگال به معنای اندیشه، نیت، که با پیشوند سه یا سو یا اوس ساخته شده. فردوسی: ستم باد بر جان او ماه و سال، کجا بر تن تو شود بدسگال. مستران سگالیدن است. فرخی سیستانی: در سگالیدن آن باشی دایم، که کنی کار ویران شده خلق جهان آبادان. اسم مستران سگالش است. ابو شکور بلخی: سگالش به باید به هر کار جست، سخن بی سگالش نیاید درست. وقت ما به پایان رسید. در پارسی و دیگر زبانهای ایرانی واژه‌های فراوان دیگری داریم برای نگاه. آنها را می‌گذاریم برای فرصت‌های دیگر.